یه شغالی داشت توی جنگل واسه خودش پرسه میزد. توی مسیرش یه سطل بزرگ رنگرزی دید و خودشو انداخت توی سطل. یه کمی اون تو موند و خودشو هی تکون داد تا خوب رنگا بمالن به بدنش. از توی سطل رنگ اومد بیرون و دید که به 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 چه رنگ و لعابی پیدا کرده. بعد رفت بین شغالای دیگه و گفت ببینید چه خوشگل و خوش آب و رنگ شدم. دیگه به هم نگین شغال، مگه میشه شغال اینقدر خوش آب و رنگ باشه؟ گفتن خب چی بهت بگیم؟ گفت از این به بعد به هم بگین تاووس. بهش گفتن خب تاووس ها دمشون رو باز میکنن، همچین خوشگل و خوش جلوه میشن، تو بلدی همچه کاری بکنی؟ گفت نه. گفتن خب این هیچی، تاووس ها آواز هم میخونن، تو میتونی مثل اونو آواز بخونی؟ گفت نه. یه چند مورد دیگه هم ازش پرسیدن و اونم هی گفت نه. در نهایت بهش گفتن که پس تو تاووس نیستی، دهنتو ببند و با شغالی خودت خوش باش. انگار مولوی این حکایت رو دقیقا برای اینستاگرام گفته، قشنگ مثل اینستاگرامه. از خوشترین و خاصترین و هیجان انگیزترین لحظات زندگیت عکس میگیری، تازه با بهترین زاویه و حالت و دکور، بعد تازه افکت و رنگ هم بهش اضافه میکنی، قشنگ مثل این شغاله. یک کپشن نایس و فان هم پایینش اضافه میکنی و میذاریش توی اینستاگرام تا توجه دیگران رو به خودت جلب کنی و بهت بگن تاووس. به به چه تاووسی. این بیت سعدی چقدر ساده و در این حال چقدر عمیقه. به اندازه بود باید نمود، خجالت نبرد آن که ننمود و بود، اونقدری که هستی باید خودتو نشون بدی. من علی کیانی فلاورجانی هستم. هر شنبه یکی از حکایتهایی که توی ادبیات فارسی اومده رو به همراه مفهوم اصلیش تعریف میکنم و در کانال شکوفایی با ادبیات منتشر میکنم. حکایت اون مردی که سیبیلشو با دنبه چرب میکرد هم درباره همین ظاهرسازیه. اون حکایت رو هم توی کانال شکوفایی ببینید.